دوستان عزیز، این روزا شاهد ابعاد جدیدی از به هم ریختگی و بار گرفتن جنگ گورخها در درون رژیم آخوندی هستیم. امام جمعه رژیم در اهواز، کارگزاری رژیم که در رابطه با مصداق محارب شک و شبهه رو انداختن، متهم به خیانت میکنه. از اون طرف هم تو طرف مقابل آخوندها و بخشی از کارگزاری رژیم هستن که میگن با این کارها خشم انفجاری جامعه رو تشدید میکنه. تو این قسمت از برنامه میخوایم همراه با مهمان گرامی برنامه‌مون آقای احمد فروغی نگاهی داشته باشیم به علل افزایش جنگ باندهای مختلف حکومتی در روزهای اخیر. سلام آقای فروغی و خوش اومدیم به این برنامه. سلام بر شما، در خدمتتون هستم. درود بر شما. آقای فروغی، اجازه بدین قبل از اینکه من سوالام رو مطرح کنم، قسمتی از صحبت‌های آخوندشکام امام جمعه خامنه‌ای در شیراز رو با هم دیگه ببینیم و بعد من سوالام از شما بپرسم. بله، خواهش می‌کنم. خب ببینید، امروز جریان‌های مختلف سیاسی در کشور ما هست که همشون میگویند ما نظام جمهوری اسلامی را قبول داریم، ما ایران قوی را میخوایم، شعار میدن برای این. اگه راست میگید چرا همدیگر را اینطور دارید تو سر هم میزنید؟ الان که دشمن ریخته رو سرمون، پس چرا تو سر هم میزنید؟ که اگه راست میگن رقابت ها را به سطحی تقلیل بدن که دشمن سود نبره. خب آقای فروغی، این کلیپ رو با هم دیگه دیدیم. سوالم اینه که اساساً پروژه رئیسی، یعنی آوردن رئیسی که خامنه‌ای با جراحی بزرگ تا نزدیکترین جناح‌های داخلی خودش انجام داد، به این خاطر بود که این حاکمیت یک دست بشه. الان ولی در موقعیتی قرار گرفته این حاکمیت که الان این آخوند حکومتی میگه تو سر همدیگه نزنید. قضیه چیه؟ شما لطفا توضیح بدید. ببینید، این یک تناقض خیلی واضح و آشکار که روزمره تو اخبار خبراشو میبینیم یا مثل همین کلیپی که الان پخش شد شاهدش هستیم، در این حال هیچ ربطی به جناح بندی ها یا داخل رژیم نداره. یا اینکه بگیم مثلا خامنه ای از اشتباه خامنه ای ناشی بود که رئیسی رو به اصطلاح سر کار آورد و سایر باندهاش رو اینجور قلقم کرد. واقعیت اینه که تناقض ریشش در یک تعارض بین کلیت و تمامیت رژیم استبداد مذهبی، رژیم ولایت فقیه خامنه ای از یک طرف، با جبهه مردم و انقلاب دموکراتیک مردم ایران که در تعارض کامل و تمام عیار با این رژیم سراپا سرکوب، اعدام، شکنجه و یک رژیم پلید و ضد مردمی. ریشه تناقض در این تعارض بین این دو جبهه هستش. به طور واقعی زمانی که این یک واقعیته که خامنه ای رئیسی رو، پروژه رئیسی برای خامنه ای پروژه‌ای بود که انتخاب کرد برای مقابله با قیام، برای اینکه همین روزا به دردش بخوره و بتونه رژیم رو در تمامیتش در برابر قیام حفظ بکنه. اما برای این کار همچنان که میدونیم قیمت بالایی داد خامنه ای. تمام باندهای درونیش رو قلقم کرد تا بتونه از توی صندوق رأی رئیسی رو بیرون بکشه. تردید نکنید، اگر چون خود خامنه ای برای قیمتی که بابت سرکار آوردن این جلاد 67 باید میپرداخت، چه در صحنه داخلی، چه در جنگ گورکها در درون رژیم، چه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، میدونست که قیمت بالای این انتخابی که کرده، ولی مجبور بود که این انتخاب رو انجام بده. و تردید نکنید، اگر به اندازه یک اپسیلون فکر میکرد که سایر جناح‌ها، اگر جناح‌ها رو بیاره سر کار، شانس بیشتری براش برای مقابله با قیام ایجاد میکنه، حتما و بدون شک این کار رو میکرد. چرا که سایر جناح‌هاش هم همچنان که میدونیم به اصطلاح اصلاح طلبان یا مدرهای قلابی به خوبی خودش هم تجربه کرده بود و ملت ایران هم تجربه کردن که در تمامی عمر این رژیم حاضر بودن و انجام دادن دستان خونین خامنه‌ای رو بوسیدن
و اون رو به عنوان عمود خیمه نظام همیشه کمکش بودند و در تمامی جنایت‌ها و کشتار و خسارت‌هایی که این حاکمیت به ملت ایران وارد کرده اینا شریکش بودند. بنابراین هیچ تردیدی در وفاداری اونا به این رژیم سراپا پلید هیچ تردیدی وجود نداشته برای خامنه‌ای. اون مجبور شده دیدی که اون برق سوخت، یعنی همچنان که ما میگیم اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، یعنی برگ سایر جناح‌ها کارایی برای رژیم نداشت که مجبور شد چیکار کنه، مجبور شد رئیسی رو بیاره. حالا این رئیسی با تمام این قیمتی که داده اومده منصوب شده به اصطلاح ریاست جمهوری ولایت فقیه، اما از اون طرف قیام با این پتانسیل بسیار بالا و با این اراده سترگی که جوانان ایران، دختران، زنان و مردم ایران در تمامیتش در نابودی این رژیم طی این 4 ماه، نزدیک به 4 ماه گذشته قیام رو پیش بردن، هیچ راهی رو به غیر از سرنگونی در برابر این رژیم باقی نگذاشته. حالا این فشار طبعا فشار بسیار سنگینی روی تمامیت هیئت حاکمه و تمامیت رژیم وارد میکنه که باعث میشه که چی میشه؟ این جنگ گرگ‌ها درون رژیم فعال میشه. بنابراین این تناقض ناشی از فشاری است که به تمامیت رژیم از جانب موج انقلاب دموکراتیک ایران که همچنان که امروز هم شما در اخبار بهش اشاره کردین، هر روز کف خیابان میبینیم که تمامیت رژیم رو زیر ضرب گرفته، ناشی از اونجاست و ریشه رو باید در اونجا دید که به هیچ وجه بنابراین در معادله داخلی رژیم و اینکه این سردمدار رژیم نسبت به اون یکی چی بگه چی نگه به هیچ وجه مسئله ای از رژیم در این رابطه حل نمیکنه. بله خیلی ممنون. حالا آقای فروغی، آیا این همه هشدار که از طرف سرکرده های رژیم به باندهای حکومتی داده میشه در این رابطه که تو سر همدیگه نزنید و با هم علیه دشمن باشید، که دشمن هم خب منظورشون قیام و مردم ایران هست، این کارایی داره، تأثیری داره یا نه؟ ببینید به طور واقعی من به نفعی در قسمت قبلی به این موضوع اشاره کردم. معادله بین مردم ایران از یک طرف و تمامیت رژیم آخوندی از طرف دیگه بسته شده. به هیچ وجه دعواهای سگ زرد با شغال قرمز درون این حاکمیت سراپا پلید و جنایتکار به هیچ وجه تأثیری در وضعیت و در مختصات کنونی ایران نمیتونه داشته باشه و نداره. ببینید رژیم در کلیتش وضعیت ایران و به طور خاص وضعیت رژیم دیگه هرگز به وضعیت گذشته بر نمیگرده. شما توجه بکنید خود شخص خامنه ای، این خامنه ای با خامنه ای قبل از شروع قیام به هیچ وجه نه قابل مقایسه هست، نه وضعیت به اون نقطه میتونه برگرده. خامنه ای هستش که الان روز و شب به صورت تودگی و در سراسر ایران شعار مرگ بر خامنه ای شعار محوری این قیام شده که 4 ماه به صورت مستمر ادامه داشته. ببینید ما داریم راجع به یک قیام صحبت میکنیم که هدفش یک خواسته صنفی و یا حتی یک خواسته مثلا یک حقوق مدنی از دست رفته نیستش. قیامی است برای سرنگونی، قیامی است که تمامیت رژیم رو زیر سوال برده و در معرض سرنگونی قرارش داده. بنابراین این خامنه ای هم به هیچ وجه برگشت پذیر به نقطه قبلش نیست. خامنه ای هستش که پروژه رئیسیش کاملا با شکست مواجه شد. خامنه ای هستش که دستگاه سرکوبش که مثلا فرض کنین دستگاه سپاه و بسیج، همین خبرهای هفته های گذشته بود که از بیش از 30,000 دستگیر شده های قیام 3-4 ماه اخیر گفته بود 25% یا چیزی در این حدود کسانی از ریزشی های خود این دستگاه بسیج و بسیجیان سابق هستند. پس ببینید خود دستگاه سرکوب رژیم هم زیر فشار سنگین امواج انقلاب دموکراتیک ایران داره چی میشه؟ داره از هم پاشیده میشه. از طرفی حتی جبهه مماشات بین المللی که همیشه چوب زیر بغل
مطامع ارتجاع حاکم بر ایران و مطامع استعماری بوده، اونها هم دیگه این رژیم انقدر جزامی و انقدر افشا شده و انقدر پلیدی های این رژیم بارز شده و هر روز در مطبوعات و در پهنه بین المللی و افکار عمومی میبینیم که نزدیک شدن به رژیم بسیار مشکل تر از قبل شده. نمیگم مطلق تلاشی براش صورت نمیگیره، ولی بسیار مشکل شده. بنابراین همه این عوامل رو شما در نظر بگیرید، به هیچ وجه مختصات این رژیم و مختصات شخص خامنه‌ای قابل برگشت به گذشته نیستش. تنها راهی که کانونهای شورشی، جوانان شورشی ایران، زنان و مردان ایران و انقلاب دموکراتیک ایران در برابر، یا به عبارت دقیق‌تر بگم استراتژی سرنگونی که 4 دهه پاش خون و فدا و مبارزه ریخته شده و الان در این نقطه هست، هیچ راهی جز سرنگونی برای این رژیم سر و پا پلید و آدمکش باقی نگذاشته. بله. بنابراین به هیچ جایی راه نمیبرن. بله، درود بر شما آقای فروغی. از وقتی که برای این برنامه گذاشتید و نکات ارزنده ای که در رابطه با موضوع بحثمون گفتید، خیلی ممنون از شما و خدا نگهدارتون. تشکر از شما. درود بر شما.